میخوام در مورد مصاحبم با مجله توسعه مهندسی بازار صحبت بکنم. سلام، من محمد رضا صادقی ام و اسم هنریم رضا ساده و توی این فیلم میخوام در مورد مصاحبه ای که با مجله توسعه مهندسی بازار داشتم باهاتون صحبت بکنم. من مدتی قبل با این مجله در مورد عکاسی صنعتی و تبلیغاتی یک مصاحبه خیلی عالی داشتم. به نظرم برای کسایی که هم توی وادی تبلیغات فعالیت میکنن و هم به عکاسی، مخصوصا عکاسی صنعتی و تبلیغاتی علاقه دارن، یک مصاحبه خیلی خوبی هست. اگه خواستید مصاحبه رو بخونید میتونید به وبسایت من بیایید، rezasadeghi.net، یا توی گوگل حتی سرچ کنید مجله توسعه مهندسی بازار، وبسایت من هست صفحه اول. یا اینکه میتونید شماره 61 مجله توسعه مهندسی بازار رو خریداری بکنید. عنوان مصاحبه من با مجله توسعه مهندسی بازار این هست که همه چیز درباره عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی. حالا شاید براتون سوال به وجود بیاد که این اسما چه تفاوتی داره، که من توی این مصاحبه کامل در موردش صحبت کردم. خب البته به این دلیل که نمیخوام خیلی این فیلم طولانی بشه، یک بخش زیادی از سوالایی که از من شد رو در موردش صحبت نمیکنم، ولی بهتون پیشنهاد میکنم حتما این مصاحبه رو توی وبسایت من کامل بخونید، چون اگه میخواید کسب و کار عکاسی صنعتی خودتون رو بندازید فوق العاده براتون مفید خواهد بود. یه نکته که توی مصاحبه گفتم این بود که تحصیلات آکادمیک من هیچ ارتباطی با بحث هنر و عکاسی نداره. کسایی که منو میشناسن میدونن من توی دانشگاه تهران رشته مهندسی معدن خوندم، اما کاری که دارم میکنم کاملا متفاوت هست از چیزی که تحصیل کردم. اتفاقا من این نکته رو توی خود مصاحبه هم تو همون اولش گفتم، به این دلیل که بعضیا شاید فکر بکنن واسه اینکه توی بحث عکاسی یا بحث تبلیغات قرار باشه فعالیت بکنن حتما باید یک پیشینه تحصیلاتی توی این زمینه داشته باشن، اما اینطوری نیست. من هیچ اعتقادی ندارم به تحصیلات آکادمیک توی این زمینه. حتما اگه تونستید سادکست 8 رو گوش بکنی، توی صحبت‌های خیلی خوبی کردم. از من در مورد تعریف عکاسی صنعتی سوال شد. من اینو گفتم که شاید توی ایران خیلی به اشتباه فکر بکنن که چون اسمش عکاسی صنعتی هست و مرتبط با صنعته، تصویری که تو ذهن خیلی ها میاد تجهیزات کارگاهی و محیط‌های خشک و خشن کارخونه هست. در صورتی که عکاسی صنعتی میشه گفت ترجمه کامرشال فوتوگرافی هست، که اگه بخوام خیلی تحت لفظی معنی بکنم میشه عکاسی تجاری. و خب خیلی از شاخه های عکاسی رو در بر میگیره. مثلا ما میتونیم به عکاسی مدلینگ حتی بگیم عکاسی صنعتی. چرا؟ چون به طور مثال ممکنه که اون عکس ها رو شما بخواید، عکس های مدلینگ رو از مثلا یک برند لباس که شما عکاسی کردید توی یک وبسایت فروش آنلاین میخواید ازش استفاده بکنید، خب این جزء عکاسی صنعتی. یا مثلا میخواید از یک لیوان یا ماگی عکس بگیرید برای اینکه اون رو بفروشید، خب این تعریف عکاسی صنعتی. و این رو من توی مصاحبم گفتم که خیلی خودمون رو نباید درگیر اسم ها قرار بدیم، بیشتر اون فن عکاسی هست که مورد توجهه. توی مصاحبه از من در مورد اهمیت و جایگاه عکاسی صنعتی سوال کردن و من اینطوری جواب دادم که همیشه یک محصول و خدمتی وجود داره توی هر کشوری برای اینکه فروخته بشه، عرضه بشه، و خب یک عکس اولین چیزی هست که ما از اون محصول می‌بینیم. بنابراین یک عکس حرفه‌ای خیلی میتونه تأثیر زیادی داشته باشه روی مخاطب. بنابراین اهمیت خیلی زیادی داره، هم برای عکاس‌ها که بدونن یک شاخه بسیار پولساز در انتظارشونه، و هم برای مدیران کسب و کار که در جریانش باشن که هر کاری که بکنن به هر حال به یک عکس تبلیغاتی حرفه‌ای نیاز دارن توی هر شاخه‌ای. در مورد عکاسی کلین کات و عکاسی لایف استایل صحبت کردم، که همونطور که میدونید عکاسی صنعتی کلا دو تا زیر شاخه داره، کلین کات و لایف استایل، که من کامل توی وبسایت توضیح دادم، حتما چک بکنید چون میتونه استراتژی شما رو برای کسب و کار عکاسیتون تعیین بکنه. این نکته‌ای که هست، بعضی از عکاسا میگن که آقا ما حالا اومدیم عکاسی صنعتی کردیم، خب ما به هر حال با یک سری آدمی سر کار داریم، با یک مدیرهایی سر کار داریم که چیزی از هنر نمیدونن، چیزی از عکاسی نمیدونن. خب طبعا باعث اختلاف نظر میشه این اختلاف سطح دانش توی هنر، و این سوالی بود که توی مصاحبه من از من شد، و من جوابم اینطوری بود که
خوشبختانه مدیرایی که ما داریم البته توی بخش خصوصی آدمایی هستن که بسیار با فهم و شعور تحصیل کرده و خردمند هستن. بنابراین اگه شما بتونید به عنوان یک عکاس صنعتی اونها رو قانع بکنید، اقناعشون بکنید که عکسی که شما میگیرید حالا با تمام اون ظرافت‌های هنری که داره باعث فروش محصولشون میشه، خب کدوم مدیری هست که این رو دوست نداشته باشه؟ بنابراین به عنوان یک عکاس صنعتی خیلی مهمه که ما بتونیم روی مهارت‌های قانع سازی خودمون، روی فن بیان خودمون کار بکنیم برای اینکه بتونیم یک مدیر رو، مدیر یک کسب و کار رو، رئیس کارخونه رو و و و بتونیم اینها رو قانع بکنیم که هنر ما میتونه باعث افزایش درآمد شما بشه. یک نکته خیلی مهمی رو من گفتم، از من سوال شد که دیدگاه صاحبان مشاغل و حتی جامعه ایران به عکاسی صنعتی به چه صورته؟ و من یه نکته رو گفتم توی جواب که الان مدت خیلی زیادی نیست که عکاسی صنعتی توی ایران فراگیر شده. من تو نمیتونم بگم فراگیر شده. علمی هست، هنری هست، فنی هست که تازه داره میخواد خودش رو جا بندازه. به این دلیل که فروشگاه‌های آنلاین چند سالی هست که پا گرفته. خیلی از کسب و کارها توی سوشال مدیا هست، توی تلگرام، توی اینستاگرام. خب اینا چند سالی هست که مردم باهاش در ارتباط هستن و خب به همین باعث شده عکاسی صنعتی یک پتانسیل خیلی خوب باشه برای کسایی که میخوان درش فعالیت بکنن. یه چیزی که از من سوال شد و خب البته معمولا هم همیشه از من سوال میشه در مورد روانشناسی رنگ‌ها هست که توی عکاسی صنعتی چه مقداری تأثیر داره. ببینید اگه بخوام توی یه جمله جوابتون رو بدم، خیلی تأثیر داره. مثالی میزنم براتون، شما حتی مثالیه که تو خود مصاحبه هم زدم، میتونید حتما برید چک بکنید. فرض کنید شما بهتون محول میشه که از یک کالای خواب عکاسی بکنید، متکا، پتو، توشک، چیزایی که مربوط به خوابه. خب در این صورت شما به عنوان یک عکاس بعد این رو بدونید که خواب یعنی چی؟ یعنی آرامش. و کسی که میخواد اون محصول رو بخره بیشتر دنبال آرامش هست، دنبال راحتی خوابش هست. بنابراین باید از رنگ‌های استفاده بکنیم که توی ذهن مخاطب اثر آرامش بخشی داشته باشه. خب حالا همین مثال رو شما در نظر بگیرید که یک شرکتی میخواد یک سری وسایل خوابی رو تولید بکنه که برای کمپ‌های کوهنوردی و این چیزاست. یعنی مثلا کیسه خواب برای کسایی که توی کمپن، توی کوهن. در این صورت همون کالای خوابی که ما می‌خواستیم رنگ‌هاش حتما آرامش بخش باشه، اینجا باید تم چریکی به خودش بگیره. باید رنگ‌های قهوه‌ای و سبز به خودش بگیره. بنابراین یک طیف خیلی گسترده، یک مبحث فوق‌العاده گسترده ی روانشناسی رنگ‌ها که اگه می‌خوای توی عکاسی صنعتی فعالیت بکنید، 100% باید در موردش اطلاع داشته باشید. در مورد خلاقیت از من سوال شد. من اینطوری بهشون گفتم که معمولاً محدودیت‌ها باعث خلاق شدن ما میشه و یک عکاس صنعتی باید فرد خلاق باشه. مثال میزنم، فرض کنید شما میخواهید از یک شی عکس بگیرید اما بک‌دراپ ندارید یا همین پرده سفید پشت سوژه رو ندارید. خب چیکار میکنید؟ به عنوان یک فرد خلاق مثلا میتونید از تلویزیونتون استفاده بکنید که مثلا رنگ سفیدی رو از خودش نشون بده و اون رو به عنوان بک‌دراپ استفاده بکنید. پس یک موضوع فوق‌العاده گسترده یه خلاقیت که حتما سعی کنید در مورد خلاقیت کار بکنید. اتفاقا من یک مقاله دارم توی وبسایتم در مورد خلاقیت، اسمش هست تمرین سیب یا تمرین تخم مرغ. حتما چک بکنید چون فوق‌العاده مؤثر هست برای افزایش خلاقیت شما. یه چیز خیلی مهمی که از من پرسیدن بحث فروشگاه‌های اینترنتی هست که خب من فکر می‌کنم مشتری اصلی یک عکاس صنعتی کسایی هستن که می‌خوان محصولاتشون رو توی فروشگاه‌های اینترنتی بفروشن. و من این رو توی مصاحبه‌ام خیلی با صراحت گفتم که یک فروشگاه اینترنتی بدون عکس‌های حرفه‌ای محکوم به شکسته. چون که کسی که می‌خواد یک کالا رو بخره، اول باید زیبایی اون کالا، چشم نواز بودن اون کالا جذبش بکنه تا بعداً بره سراغ مشخصاتش. بنابراین بحث فروشگاه‌های اینترنتی رو خیلی جدی بگیرید، به خاطر اینکه یکی از اصلی‌ترین مشتریای شما خود اون فروشگاه‌ها و کسایی‌ان که می‌خوان محصولاتشون رو توی اون فروشگاه بفروشن. در مورد تأثیر عکاسی صنعتی روی مخاطب‌ها و قانع کردن اونها من یه صحبتی کردم. این صحبتیه که معمولاً توی کلاس‌های خصوصی می‌کنم. سعی کنید حتما این رو توی وبسایتم چک بکنید چون نکات فوق‌العاده مهمیه، در واقع یک جور استراتژیه برای عکاسی صنعتی و اینکه ما با چه استراتژی بتونیم محصولمون رو بفروشیم. و در مورد اخلاق محور بودن کار عکاسی صنعتی هم از من سوال شد که جواب جالبی دادم. توصیه میکنم حتما بخونید.
مرسی از اینکه توجه کردید. امیدوارم اگه میخواهید تو کار عکاسی صنعتی وارد بشید، به یکی از شاخصهای این رشته بدل بشید. خداحافظ. چقدر حرف زدم من اینجا.